راه دور آمدی چینا صبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی بامیان یکی از شهرهای کهن و تاریخی افغانستان، ولایتی که سرشار از میراث‌های فرهنگی می باشد. وجود صدها اثر باستانی و تاریخی، به ویژه دو مجسمه غول پیکر سلسال و شمامه با قدمت 2800 سال، شهر غلغله، شهر زهاک و بند امیر، توجه هزاران توریست و جهانگرد را به خود جلب می نمود. این ولایت نیز از زمره ولایاتی است که طی جنگ‌های متداوم و خانمانسوز دچار مشکلات و بدبختی‌های زیادی بود. بت سلسال بامیان که 55 متر طول داشت، توسط طالبان در سال 2001 میلادی تخریب گردید. در دوران حکومت 6 ساله طالبان، این ولایت متحمل آسیب‌های غیر قابل جبران و مضرات غیر قابل توصیف گردید. مهاجرت مردم، تخریب اماکن فرهنگی، نابودی کتابخانه‌ها و کشتار دست جمعی مردم بیگناه و بیدفاع این سرزمین از شاخصه‌های بیداد و ستم طالبان به حساب می‌آید. ولی پس از تحول و تغییراتی که به وجود آمد، امید برای فردای بهتر در این ولایت رنگ گرفت. اینک مدت 3 ماه از تحویل دهی مسئولیت از نیروهای خارجی به افغانها در بامیان می‌گذرد. این ولایت اکنون از آرامش خوب برخوردار بوده، شاهد پیشرفت‌های زیادی می‌باشد. مردم بامیان همچنان به زندگی عادیشان ادامه می‌دهند و کار در تمامی عرصه‌ها جریان دارد. این ولایت از زمانها قبل میزبان توریستان جهان بود و اکنون نیز سالانه در حدود 9000 ادبای داخلی و خارجی از این شهر تاریخی دیدن می‌کنند. هم اکنون در این ولایت کار بزرگ در حال شکل گرفتن است. این کار بزرگ در بند امیر که یکی از بندهای مشهور کشور است در حال اجرا می باشد. قرار است این بند به زودی جایش را به یک پارک ملی عوض کند. این موضوع 2 سال قبل از جانب مقام ولایت بامیان اعلان گردید. باشندگان اطراف و کنار بند امیر از این کار به گرمی استقبال کردند، زیرا این پارک بزرگ ملی می تواند تغییرات زیادی را در زندگی مردم محل به وجود آورد که این خود حرکت سریع به سوی مدنیت خواهد بود. این پروژه باعث شغلزایی برای مردم محل، حفظ محیط زیست و ده ها مصروفیت دیگر شده است. از نظر تاریخی و قدامت بند امیر که قبلنا اصلا مسلمان نشین نبوده، در او زمان بربریت یا بودایی بوده که امیر المؤمنین علی شای اولیا می آید در اینجا من حیثی که او رو به اسلام دعوت کنه و شرط او آدم 3 شرط داشته. اولیش بنداد او زمان بسته نبوده، آب روانی رو بوده، اصلا در این حد و حدود و منطقه سکونتی رو وجود نداشته، تماما آب همینطور میرفته پایین. و اولین شرط او آدم برزی بوده که بندا باید بسته شد تا اینجا قابل بود و باشی باشه. دومین شرط از او اژدهار بوده در قسمت بامیان که فعلا هم کتل اژدهار یا اژدهار معروف است، گفته او مردم اذیت و آزار میکنه، صدمه میرسانه، او باید کشته شوه. از قسمت گردنش تا قسمت دوم بشه باید یک تقمه پست شوه، برای آدم نشانی آورده شوه که تا او آدم یقینش ثابت شوه. شرط سومش کسی را گفته که او از دشمنایش محسوب میشه، کسی به نام علی نامی را هست، او آدم دست بسته بیای خدمتی عزیز آورده شوه که
او از نظر دشمنی هم به امین باشه. بعد قبول میکنه حضرت امیرالمومنین. اولین شرطش بوده که اینجا بندی امیر متشکل از 6 بند یا 6 جهیل است. بندی اولی بند غلامان است که همون کسی که همیشه خدمتش بوده و خدمت امیرالمومنین میکرده، از او دستور داده که بسته کو به لطف پروردگار رو بند بسته کرده، راحت بسته شده. بند دومی بازم به نام غلامش است، به نام قنبر، که بند قنبر نامیده میشه. و این بندی که در حال حاضر ما استاد هستیم مشاهده میکنید به نام بند هیبت هست، که ایر خود امیرالمومنین هیبت میکنه، به اذن پروردگار بسته میشه و یک کمی هم لغزشی داشته بوده جلوشی که با شانه های مبارک اونجی میزنه و این بند محکم استاد میشه. از این بالاتر بند به نام بند پنیر داره که اونجی میره چوپانی رو بوده نان پنیر میخورده، از پنیر از او یک کمی انداخته جلوی آب بسته شده، به نام بند پنیر امیالیات میشه. و از او بالاتر میره یک بند دیگری هست به نام بند پودینه، یک گیاهی رو میگیره جلوی از او میندازه به نام پودینه، که او برای ماست و دوغ و از نظر طبی هم خیلی دوا هست، با او بسته میشه. از او بالاتر بند ذوالفقار است که با ذوالفقارش بسته میکنه. این بارک اکنون به یک منبع خوبی عایداتی برای بارور ساختن اقتصاد مردم محل تبدیل شده است. نگهداری این پارک بزرگ ملی اکنون به ساکنان محل تعلق دارد و آنها من حیث مالکین منطقه برای حفاظت درست از پارک و پذیرایی از بازدید کنندگان آماده هر گونه خدمت هستند. قبل شنیده بودم که پارک ملی چیز پارک هست ولی بنده هست، ولی این رقم باسازی نبود دیگه. یال الحمدلله خوب سر تا سر اطراف ها کلن نقشه کشی شده، جور شده، پختکاری شده، مردم در حال پیشرفت است دیگه. از این بسیار خوشحالیم که در تان ما خدمت میکنیم و اینجا جور میشه. There are several reasons why the US government has decided to support ایالات متحده آمریکا بر اساس چند دلیل مهم تصمیم گرفت تا پروژه پارک ملی و یا بند امیر را کمک کند. در قدم نخست به تمامی افغان‌ها جای افتخار است که یکی از ساحات مهم افغانستان برای توریست‌های ملی و بین‌المللی به منظور سیاحت آماده گردیده است تا توریستان از این چنین ساحاتی بسیار زیبا دیدار کنند. محمد حسن کربلایی یک تن از ساکنان محل است که مدت 8 سال می شود در اینجا مصروف هتل داری می باشد. برای او این مسئله خیلی با اهمیت است. او اکنون بیشتر از هر زمان دیگر کار می کند، زیرا در تعداد مهمانانش افزوده شده است. ما مکتب یک 3 سال خواندیم در همین دیگه، بعد از اون ما موفق نشدیم که درس بخونیم، مکتب بخونیم. قبل از این 7-8 سال یک 3 سال در ایران بودیم، بعد از اون در اینجا آمدیم ولی هتلداری میکنیم. پیش از اینکه ما ایران نرفته بودیم دهقانی میکنیم. درآمد بد نیه، خوبه، مقدر یک پرده همی عیال داریم و موشه. ما خود ما در این هتل همون چیزایی که دمی محل هستن از دمو پخته میکنیم، مثلا قروتی پخته میکنیم، ماست میاریم، دوغ میاریم، دیگه یعنی برنج پخته میکنیم، گوشت پخته میکنیم، یعنی چیزایی که مقصد خودمون دمی منطقه ما خوریم، همه غذاهای محلی، یعنی چیزا رو پخته میکنیم در مردم میتیم دیگه. تایم کار ما از آخری جوزا اولی چی شروع میشه، اولی سرطان که زیادتر نفر میه از می آخر جوزا تا یعنی می آخر سنبله را. تا این کار ما تا این وقت 3-4 ماه است. در این مکان سهولت هایی به نظر می رسد که قبلا وجود نداشت. محمد عارف رحیمی راجع به ساخت و ساز این مکان چنین می گوید: بودجه و فند که اهدا شده این مقدارش 8 میلیون دلار است، برای 3 ولایت تخصیص داده شده و این از طرف USAID است که
هم اجرا کنندهش در این سه ولایت دفتر WCS است. از سال 2010 میلادی آغاز و الی سال اپریل سال 2013 میلادی ادامه داره. تمام ساعات سبزی که در نظر گرفته شده شامل همه پلان است که امسال دیزاین شده برای ساحه تسهیلاتی خود پارک ملی بند امیر. مهمانخانه ها و اوتلا و جای نصب خیمه و جای تفریگاه کل از اینا شامل همی پلان است که البته چیزی نیست که از جانب یک ارگان و دولت و یا کسی ساخته شده. میتونه دولت، متشبثین خصوصی، شرکت ها، همچنان مردم محل به این کار اینا دست بزنن و برای اعمار اوتلا و مهمانخانه ها و چیزا. بند امیر در مجموع 613.3 کیلومتر مربع را احاطه کرده که بازدید از دروازه ورودی آن برنجر یا رهنما ضرورت دارد که این رنجرها ساکنان بند امیر می باشند. این که رنجرها دیگر چی مسئولیت های در برابر سیاحین دارند جلیل خان می گوید. خب رنجر خوشاید یک کلمه انگلیسی باشه، خب بگیم یا که محافظ است و وظیفه از اینا در کل حفاظت از ساحات پارک ملی است که در منطقه شکار نشوه، بی‌قانونی نشوه و در کل تخریباتی در این ساحه صورت نگیره و همچنان اینا بدوششان همین رهنمای سیاحین است. سیاحینی که میاین اینا رهنمایی میکنن مثلا در کدام قسمت همراه پای بره و با کدام قسمت همراه موتر بره. در کل وظیفه محافظین همین چیزا هستن که جمعاً 19 نفر از حساب محافظ و رنجر داریم یا و یک نفر خودم هستم که در مجموع 20 نفر پرسنل در اینجا می باشم. وظیفه از ماست ماستم یک رنجر در پارک ملی بند امیر. وظیفه ماست دیگه میتونیم که آهو تازه نمایان شده که ما سروی که داشتیم مثلا از شاگردای مکتب در بخش ثبت واقعات که اینا فرمی که برای از ما خانه پوری کردن و همچنان یک واقعش همی بود که تعداد 6 یا الا 7 آهو دیده شده در کوههای زردگاه. همچنان به منظور حفظ گیاهان خودرو در ساحه از طرف مردم منطقه، بخاری و سولرها برای ساکنین این محل توسط کمک مالی USAID توزیع گردیده است. به گفته این مردم، قبلا بسیار مشکلات داشتند، اما فعلا این بخاری ها بر علاوه که خانه هایشان را گرم می سازد، نان و دیگشان را هم پخته می کند. اقتصاد از مو خیلی خوب شده. از این پیش که بوده که ما مثلا یک بار پوترک در 1.5 صد می گرفتیم چون خود ما آدم ندارم و از زمستان ها 7000-8000 ما پوتر می گرفتیم. پارسال ما از 7000-8000 2000 برای پوتر خریدیم و با اینزی بخاری بخار کردیم. خیلی خوب است مصرف شد. این که این پارک چقدر ارزش برای مردم این محله دارد و خواست مردم از تمویل کنندگان این پارک چه است، از زبان والی بامیان خانم حبیبه سرابی میشنویم. البته پارک ملی
در گذشته های بسیار دور در زمان داود خان قرار بود که باعث پارک ملی اعلان شود، متاسفانه نظر به جنگ های پلان تطبیق نشد که بالاخره در سال 2008 با کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و WCS یا تحفظ حیات وحش تانستیم که بند امیره به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلان بکنیم و از او وقت تا حال کارهای زیاد صورت گرفته. اول تری که در بخش حفاظت پارک به خاطر اینکه تمام دکانها و امو چای خانه ها و هتل ها در نزدیک بند ساخته شده بود که معلومدار رفت آمد و کثافات زی به بند ضرر می رسند، اینا از ساحه به یک جای دیگه منتقل شد و یک پلان انکشافی برای بند امیر ساخته شد و ترتیبش یک پلان استراتژیک انکشافی ساخته شد که فعلا کارهای زیاد روی ازو انجام داده شده و علاوه بر اینکه دکان ها و محلات مسکونی جاهایش، یعنی محل تجارتی و محل مسکونی جاهایش مجزا شد، در قسمت سرسبزی، در قسمت پیاده روها، در قسمت دیکی یک کمپلکس یا یک جایی ساخته شود که در اونجا بخش های امنیتی، بخش های به طور مثال کنترولی اینا همش جا به جا شود. اینا از موضوعات ابتدایی بود که در قسمت پارک ملی کار شدن. الا ای با میان ای با می دنیا، الا ای دره سر سبز و زیبا، الا ای دره سر سبز و زیبا. آثار تاریخی از ارزش فوق‌العاده برخوردار است و هر فرد افغان می داند که آثار فرهنگی هویت ملی ماست. ما در حدود 35 آبده تاریخی شناخته شده و معروف هم در مرکز بامیان و هم در ولسوالی های ولایت بامیان است داریم که از جمله در مرکز بامیان 18 آبده تاریخی شناخته شده و ثبت شدگی است که 8 از جزی از میراث های فرهنگی در حال خطر در دفتر یونسکو ثبت شده که از جمله یکی بوداها، هر دو مجسمه بودای بزرگ و مقاره های اطراف از اینا جمله یک از آبده های 8 گانه است که در آبدات تاریخی میراث های فرهنگی دنیا از ثبت دفتر یونسکو شده. حکومت ایالات متحده آمریکا تمامی تلاش‌هایش را به خرج می‌دهد تا به هر نوعی که ممکن باشد مردم دهات ضروریات زندگیشان را پر نمایند. بند امیر اولین پارک ملی و ساحه نگهداری شده در افغانستان می باشد که با کار کردن در بند امیر این را یک نمونه ساختیم تا در دیگر پارک های ملی افغانستان هم از این نمونه استفاده شود. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا با اداره محیط زیست مشترکاً کار می کند تا دیگر پارک های ملی افغانستان و ساحاتی که باید نگهداری شوند مشخص نماید. کربلایی بعد از کار در هتل شام به طرف خانه می رود و از مزد روزانه ای که به دست می آورد بسیار خوشحال و از کارش راضی به نظر می رسد. خانواده وی نیز از اعلان این پارک و کاروبار شوهرش راضی هستند. هتل داریم کنه خوش است. ولی خوب شده سابق که دیگه اون نفر نبود، کس نبود دیگه، برای فعلا از این که این پارک شروع شده مسافر زیاد شده. حال خوب شده، برای کلیگی خوب شده، برای کلی وطلا خوب شده، برای مردم منطقه هم خوب شده، ولی دیگه مثل سابق رو نمانده. فعلا هم کسی در مکتب هستیم که این مکتب هم کسی تا 3 سال شده که دوباره ما اقدام کرده میره و قبل از این مهاجر بودیم در تولات انقلاب های طالب ها رفته بودیم ایران، بعد از کم آدم از سنف 6 شروع کردیم تا 3 سال شده که مکتب خوندیم دوباره. بعد از اعلان شدن پارک ملی در بند امیر، تغییرات چشمگیر در زندگی کربلایی رونما گردیده است و اکنون زندگی خوشی را با فامیل خیش سپری می کند و امید این که هر فرد ملت عزیزمان آرام و یک زندگی راحت داشته باشد. اونطور خنده و نقل های شیرین تنها دمونه بودن.